به نام خدا. ما امروز میخوایم در رابطه با نوروفیدبک صحبت کنیم. میخوایم ببینیم نوروفیدبک چیه و به چه منظوری استفاده میشه. شاید خیلی از ماها اسم نوروفیدبک به گوشمون خورده باشه ولی نمیدونیم چیه و کار کردش چیه. نوروفیدبک معنی اگه بخوایم اسمش رو بگیم به معنای بازخورد عصبیه. توی نوروفیدبک ما فعالیت‌های مغزی شما رو به خودتون نشون میدیم. فرد با تمرکز روی ذهن خودش میتونه فعالیت‌های مغزیش رو تغییر بده. هر کدوم از ما دارای الگوی امواج مغزی هستیم. امواج مغزی ما از فرکانس‌های مختلفی تشکیل شده. فرکانس‌های ما شاید به گوشتون خورده، آلفا، دلتا، تتا، بتا. هر کدوم از این فرکانس‌ها کارکرد خاصی دارن و روی مغز ما به یه نسبتی قرار دارن. وقتی ما دچار مشکلی میشیم، مثل استراب، مثل افسردگی، مثل استرس، مثل توجه تمرکز پایین، باعث میشه که این الگوی امواج مغزی به هم بریزه. یعنی چی؟ یعنی فرکانس ها کمتر از حد طبیعی یا بیشتر از حد طبیعی کار کنن. حالا با نوروفیدبک چی کار میکنیم که ما بخوایم این امواج مغزی رو اصلاح کنیم؟ امواج مغزی ما غیر ارادی هن. یعنی خارج از اراده ما و نمیتونیم اونها رو تغییر بدیم. بر همین باید یه فیدبکی به مراجع داده بشه تا بتونه این امواج مغزی رو تغییر بده. نوروفیدبک یه تکنولوژی جدید درمانیه که از یه ابزارها و تکنولوژی پیشرفته تشکیل شده که به مراجع میتونه فیدبک بده تا امواج مغزی یا فعالیت‌های مغزیش رو اصلاح کنه. حالا به چه صورتی؟ این ابزار از یه سری الکترود یا سنسورهای تشکیل شده که از طریق این الکترودها و سنسورها مراجع میتونه امواج مغزیش رو ببینه و از طریق تمرکز روی اونها رو تغییر بده و اصلاح کنه. این سنسورها و الکترودها نوار مغزی یا ایجی مغز رو صفحه مانیتور نشون میده. درمانگر از طریق ثبت این امواج و تحلیل این امواج متوجه میشه که کدوم از امواج مغزی این مراجع دچار مشکله و درست کار نمیکنه. بعد از اینکه تشخیص داد که کدوم از امواج مغزی درست کار نمیکنه، پروتکل درمانی پیاده میکنه که بتونه اون مشکلات رو برطرف کنه. خب بعد در جلسه درمانی دو تا مانیتور داریم که مراجعه میشینه روبروی یه مانیتور و درمانگر روی بروی مانیتور دیگه. درمانگر بر اساس تشخیصی که داده و پروتکلی که پیاده میکنه درمان رو شروع میکنه. حالا از طریق این سنسورها امواج مغزی رو صفحه مانیتور میبینیم. بعد باز از طریق یه سری بازی‌های شبیه سازی شده ما به مراجع میگیم که باید طوری ریلکس بشینی و متمرکز بشی تا این بازی‌ها رو هدایت کنی. مراجع از طریق دست یا کامپیوتر یا موز این بازی‌ها رو هدایت نمی‌کنه، بلکه باید ریلکس بشینه، متمرکز بشه تا این بازی شروع کنه به حرکت کردن. از طریق امواج مغزیه که این بازی‌ها شروع می‌کنه به حرکت کردن. هر جایی که اون پروتکل اجرا بشه، طبق اون امواج مغزی تقویت یا سرکوب بشن، اون بازی حرکت می‌کنه. بعد از مدتی مراجع یاد می‌گیره که چطور تمرکز کنه یا ریلکس بشه تا بتونه امواج مغزیش رو به حالت بهینه در بیاره. یعنی هر زمانی که این امواج مغزی به حالت بهینه در اومد، اون بازی هدایت میشه. به این ترتیب داره مغزمون رو شرطی میکنیم تا اون امواج یا فعالیت‌های مغزی به حالت بهینه برسه. بعد از چند جلسه مغز یاد میگیره که به طور خودکار با وجود نبود این دستگاه هم در شرایط مشکل ساز بتونه امواج مغزیش رو اصلاح کنه و به حالت بهینه در بیاره. در این روش ما میتونیم روی مشکلاتی مثل ADHD، بچه هایی که بیش فعالی دارن، نقص توجه دارن، یا بچه هایی که مشکلات یادگیری دارن، مثل کسایی که اختلال خواندن، نوشتن، توی دیکته مشکل دارن، توی ریاضی مشکل دارن، از این روش استفاده کنیم برای رفع مشکلاتشون. کسایی که استراب دارن تو هر زمینه ای، استرس و استراب امتحانه، یا میخوان یه جایی برن سخنرانی کنن، توی موقعیت جدیدی برن دچار استراب میشن. کسایی که خلق پایینی دارن و به اصطلاح بهشون میگن افسرده، برای درمان اون میتونیم از این تکنولوژی استفاده کنیم. یا مشکلات دیگه ای مثل میگرن، مثل سردردهای مزمن یا امثال اینها، که حالا ما بعد در جلسه بعدی یکی از این مشکلات که افسردگی هست رو باز میکنیم و در موردش بیشتر صحبت میکنیم.
تا الان ما گفتیم برای درمان مشکلات یا بیماری ها از این روش استفاده میکنیم، در حالی که از این روش ما میتونیم برای ارتقاء عملکرد افراد هم استفاده کنیم. اگه بتونید تحقیق کنید و سرچ کنید میتونید پیدا کنید که به طور مثال تیم های بزرگ اروپایی، تیم های فوتبال مثل آس میلان از نورو فیدبک استفاده کرده، یا تیم شطرنج برای ارتقای عمل کردش از نورو فیدبک استفاده کرده. پس علاوه بر درمان مشکلات، برای ارتقای عمل کرد هم از نورو فیدبک میشه استفاده کرد. در واقع این ابزار ابزاریه که نه تنها برای درمان، برای ارتقای عمل کردم ازش استفاده میشه. حالا من یکی از این اسکرین ها یا بازی ها رو براتون باز میکنم تا متوجه بشین که چه اتفاقی در نورو فیدبک میفته و درمانگر و مراجع توی جلسه چه کاری انجام میدن. خب بعد از اینکه مشکل رو گفتیم، متوجه شدیم و پروتکل درمانی رو درمانگر انجام داد، ایجاد کرد و توی اون جلسه مراجع رو به روی یک مانیتوری میشینه و همزمان با اون درمانگر هم لحظه به لحظه کنار مراجع است، به مراجع آموزش میده که چه کاری بکنه. مراجع روی برای صفحه مانیتوری میشینه که یه سری بازی میبینه، مثلا این بازی بازی قایقه، و درمانگر اونجا پروتکلش رو گفته که چه امواجی سرکوب یا تقویت بشه. بر اساس تقویت و سرکوب اون امواجه که این قایق‌ها شروع می‌کنن به حرکت کردن. مراجع بعد از مدتی یاد می‌گیره که این قایق‌ها رو چطور به حرکت در بیاره و هدایت کنه. و همین سادگی در واقع فیدبک تغییر امواجش رو می‌تونه ببینه، چیزی که غیر ارادیه. و از طریق شرطی سازی کردن امواج به اون حالت بهینش برسه. این کلیتی در رابطه با نورو فیدبک و روش تأثیر اون بر روی مشکلات و بیماری ها بود که حالا ما در جلسه بعدی مشکل افسردگی رو بیشتر باز میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. ممنون از شما.